داستان زندگی دختری که 3 بار فروخته شد. نویسنده فرشته غنی. عزیزان و علاقمندان چینل یوتیوب افغانستان جورنال، سلام و درود بر شما. آرزو می برم جور و صحت و عافیت بوده و در هر گوشه از دنیا که به سر می برید و دور از گزند و آفات روزگار باشید. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدید. آغاز داستان. مادرم گریه میکد و ما بیخبر از این که چی حرفایی در دنیا وجود داره و چرا دارم سفر میکنم. بیخیال همه چیز بودم. به خاطر اشکای مادرم ناراحت بودم. ولی بری که کاکای مرا به بیرون از خانه می برد خوشحال بودم. یادم است او روز گوشواره هایی را پوشیدم که مادرم در عید برم خریده بود. رنگ گوشواره سرخ و طلایی بود. آویزه های دراز داشت که نزدیک شانه های می رسیدن. وقت باد می وزید و این گوشواره ها را چرخش می داد واقعا برم لذت بخش بود. اس خیلی خوب برم می داد. وقتی اونا را می پوشیدم فکر می کردم همه به طرف من نگاه می کنن. حس غرور و خوشی برم دست می داد. گوشواره های ما پوشیدم و رفتم بدون ای که علت گریه های مادر ما بدانم. دست کاکای ما گرفتم و خوش و خندان از خانه برآمدم. غافل از ای که او روز آخرین خنده عمرم را می کردم. کاکایم دست من را گرفته و پیاده پیاده تا پیش موترهای ارغنداب رسیدیم. هر دو سوار موتر شدیم. ای اولین بار بود با موتر سفر میکدم. به حد خوش بودم. وقت سوار موتر شدم، یگانه چیز حتی تا امروز یادم است، ای بود که وقتی از درون موتر به درخت ها میدیدم، اونا یکی یکی پس میماندن و ما بیشتر میرفتیم. شاید او زمان 10 ساله بودم. دقیق یادم نیست ولی خیلی کوچک بودم. کوچک بودم اما آرزوهای بزرگ داشتم. هنوز غرق شمارش درخت‌های پس مانده از ما بودم که کاکایم دست ما گرفت و گفت باید پایین شویم. ما از موتر پایین شدیم. اولین چیزی که به چشمم خورد زمین بود. یک طرف زمین خشکیده و خرابه بود. طرف دیگر جواری‌های بلند اما با برگ‌های زرد شده بودند. شاید جواری های او را چیده بودن و فقط تنه بوته مانده بود. ما از وسط او گذشتیم. در کوچه دور و دراز خانه یک منزله و گلی بود. فقط یک خانه 2 منزله و رنگ شده بود. با کاکایم گفتم کجا میریم؟ او چیز نگفت و سکوت کرد. در دلم می گفتم کاش به این خانه زیبا بریم. چقدر او خانه کلان است. نمی فهمم چطور شد که خداوند در چند لحظه دعایم قبول کرد. به امو خانه زیبا رفتیم. داخل که شدیم ما را به اتاق رهنمایی کردند که دوشک های بلند و نرم داشت. رنگ پوشه دوشک ها سرخ و سفید بود. زیاد مقبول بودند. اونجا نشستیم. خسته شده بودیم به حد که مرا خواب برد. در امو دوشک خواب رفتم اما وقت چشمم باز کردم کاکایم نبود. ما اونجا تنها بودم. در تنهایی ترسیدم و چیغ زدم. یک بارم متوجه آمدن یک زن و یک مرد شدم. مرد اول آمد و گفت بیدار شدی پری یک؟ ما گفتم من پری یک نیستم. کاکایم کجاست؟ اونا چیز نگفتن و برم آب میوه آوردن. اول گفتم نمی نوشم اما رنگ آب میوه خیلی قشنگ می درخشید. رنگ نارنجی روشن بود. او را نوشیدم و بعد آهسته گفتم کاکایم کجاست؟ چه وقت خانه میریم؟ زن رو با مکد گفت دیگه اینجا خانه توست. ما بیشتر ترسیدم و دویدم طرف دروازه اما ای بار با سیلی محکم از طرف مرد و خانواده روبرو شدم. او سیلی باعث شد که آرام سر جایم بنشینم. دیگه کوشش نکردم بدوم. دیگه پناهگاهی نداشتم. خودم پشت سر و زن پنهان کردم. در او خانه ماندم. آهسته آهسته خودم عادت دادم که به هر چیزی که او خانواده میگن عمل کنم تا
تحقیر و توهین نشون. حرفای زشت اونا باعث می شد که زیبایی خانه را از یاد ببرم و از همه چیز دل سرد شوم. ولی فقط حرف زشت نبود. اونا خیلی وقتا که به حرفایشان گوش نمی دادم مرا لطکوب می کدن. او وقت بود که به علت گریه کردن مادرم پی بردم، ولی بیشتر از او دلخور شدم به خاطری که چرا مرا گذاشت تا کاکایم به ای خانواده مرا بفروشه. ای خانواده مرا خریده بودن در بدل 3 لک افغانی. گویا اولاد ندارن و میخواین که یک دختر داشته باشن. اما از تحقیر و خشونتایشان معلوم دار بود که فقط یک نوکر میخواستن که زود رام شود. ما به همه حرفای اونا گوش میدادم و عمل میکردم. دیگه اونا را من حیث خانواده خودم میدانستم، ولی وقتی 3 سالم در خانه اونا گذشت متوجه رفتار غیر عادی مرد خانواده شدم. او همواره به ما خیره میشد و سر تا پای ما تماشا میکرد. این کار حس بده برم میداد. ازش میترسیدم. فکر میکردم گویا مرا میخواید با چشمایش بخوره. من از شرم به زمین نگاه میکردم، ولی او چشما شرم نداشتن. همیشه به دنبالم بودن تا ای که یک روز کسی در اتاق نبود. او مرد سراغ ما آمد. به ما دست درازی کرد. من نتونستم تحمل کنم. از او فرار کردم. او بازم مرا نزدیک پنجره اتاق گیر کرد و میخواست کار خود انجام بده، ولی من با پاهایم گلدان را به شیشه زدم. شیشه شکست و همه دویدن که چی شده. من چیغ زدم و به همه گفتم که او میخواست با من کار بد انجام بده. یکی از زنای خانواده بدونی که به حرفم گوش بده دهنم بست و از موهای محکم گرفت، گفت دهانت ببند بی حیا. بعد از او به طرف همی مرده که به من دست درازی کرده بود گفت من نگفته بودم که بی حیاس؟ خودان چند دفعه فروخته شده. زود از این خانه گمش کن. تو میگفتی که خرد است. حالا میبینی چه چیزایی میگه و چقدر زبانش دراز شده. مرد بیشتر جرأت پیدا کرد، گفت بله، زبانی باید بریده شود. زبانم بریده نشد، ولی خواستن مرا به شوهر بدن. شوهر که بر من انتخاب کرده بودن یکی از مردای پولدار بود که در ولایت تخار زندگی میکرد. اون نصف شب به خانه آمد و مرا در بدل 5 لک افغانی از پیشی خانواده خرید و به خودش نکاح کرد. بازم گفتم بیا حداقل او شوهرم است و میتونم یک زندگی را در کنارش آغاز کنم. برای همین یک دلخوشی داشتم. او مرد تقریبا 40 ساله میامد. مرا به خانه برد که در او خانه هیچ کس جز ما 2 نفر زندگی نمیکرد. و از او پرسیدم سلیمان، بقیه اعضای خانوادت کجاستن؟ چرا با اونا در یک خانه زندگی نمی کنی؟ و من گفت هیچ خانواده ای ندارم. سلیمان مرد خشنه بود. به خصوص از لطکوب و اذیت کردن من لذت می برد. ما هم بدون گریه و زاری کردن به خداوند دیگه هیچ راه نداشتم. با این حال ای آزار و اذیت را فقط زمانی که خوابش می گرفت زیاد دوست داشت. بقیه روز را خوب بود. ما هم تحمل میکردم. به فکر زندگی و آینده ما بودم. گفتم اگر طفل داشتم شاید بتانم یک زندگی خوب کنار اولادایم داشته باشم. 2 ماه بعد از عروسی ما بود که یک روز سلیمان برم یک لباس جدید پنجابی آورده بود و یک زن را هم با خود آورده بود که موهای ما قیچی بزنن. گفتم چرا باید آراسته شوم؟ گفت به خاطر که امشب قرار است با خاموخش معرفی شوی. اونا یک محفل گرفتن و ما را دعوت کردن. ما هم خوشونم. با خود گفتم خیلی خوب است. حداقل یک شب خوارام هستیم. ما با شوهرم رفتم و همون محفل خیش و قوم که گفته بود. وقت وارد یک خانه بزرگ شدیم که یک سالن پر از مهمانا داشت، حیران ماندم چون در اون محفل به جز چند انگشت شمار زن بقیه همه مردا بودن. ما زیاد فیشن کرده بودم، به خصوص لباسایم خیلی به بدنم چسبیده بود. با شوهرم گفتم من نمیرم. او گفت ما آدمای آزاد هستیم، همون تو رواج داریم. من که وارد شدم چشمای بیشتر مردا با طرف ما بودن. خیلی ترسیده بودم. با زنای خانواده روی موچی کردم و کنار شوهرم به سر یک دوشک نشستیم. موسیقی و رقص آغاز شد. زنها یکی پی دیگه می رقصیدن.
گاهی هم مردا با اونا میرقصیدن. کم کم شک کردم که اینا از حد گذشتن و کسی با خواهر و مادر خود چنین رفتار نمیکنه. کوشش کردم که خودم از او خانه بکشم. به بهانه آب خوردن از اوجا بلند شدم که یک بار شوهرم صدا زد. واوا شادخت ما میرقصه. نام خدا. ما میران ماندم دوباره نشستم ولی شوهرم با صدای بلند گفت. بخی برقص. در غیر او پیاله ما به سرت مشکنانم. ما هم رقصیدم ولی مردایی که نشسته بودن خیلی نگاه های عجیب به سویم داشتن. ما میرقصیدم و مردها کوشش میکردن پاهای ما لمس کنن. وقتی میخواستم بشینم شوهرم به اشاره فهموند که باید برقصم ولی ما اعتراض کردم و از اتاق برآمدم. نمیفهمیدم کجا برم. شوهرم از پشتم آمد. دست ما کش کرد و به یکی از اتاقا مرا برد. یک سیلی محکم برایم زد. هنوز چیزی نگفته بودم که یک مرد دیگه نیز به دنبالش آمد. به شوهرم گفت ولی یک خوبش است. اما زیاد اکت و ناز میکنه. میفهمی که مشتریای ما ناز و اکتهای بیجار خوش ندارن. باید تمام وقت در اختیارشان باشه. شوهرم گفت عادت میکنه. حالا برش نواز. زنهای دیگر بگوین یادش بده. مال خوشتون آمده؟ مرد سراپای مرا نگاه کرد و گفت خوبش معلوم میشه. سنش خورده است. تاج سر کلگی خود شد. امینجا بود که شوهر مرا به طرف اون مرد برد و گفت بگیرش. من چیغ زدم و گفتم چی گپ است؟ شما چی میگین؟ شوهرم گفت تو را به ما فروختن. ما هم به این مردا فروختمت. ما گفتم اما ما زنت هستم. شوهرم خندید و سه بار کلمه طلاق را بر زبان آورد و گفت طلاق شدی. برو پیش اینا. ما گریه کردم و برش عذر کردم که ای کار را با من نکنه. ما زن فاحشه و خراب نیستم. مرا به خانه ببره. ولی شوهرم پول را پیش از پیش گرفته بود و مرا در امو اتاق قفل کردن. بعد از او روز هر آنچه که حاجی جبار می گفت باید همه قبول می کردن. خودش تجارت شراب فروشی را در پاکستان انجام می داد. افغان بود ولی سال یک بار حج می رفت و بر دلخوشی خود و دوستایش شب نشینی های برگزار می کرد. که زنها و دخترها مثل ما را بخرن و بر دلخوشی خودشان برقصانن و کارهای بد انجام بدن. مرا قاصه نبودم ولی مجبورم کردن هم برقصم و هم شبها با مردا باشم. حالا که میگن نظام کاملا اسلامی شده ما هنوزم به این کار ادامه میدیم. حتی قماندان های طالبا هم شبها اینجا میاین و هزار فساد و وحشت را راه میندازن. پایان داستان.